سلام دوستان، با آموزش کاربردی نرم افزار مایکروسافت اکسل در خدمتتون هستیم. در جلسه قبل با نحوه ترسیم نمودارها آشنا شدیم و تونستیم این دو نمودار رو با هم بکشیم که اولی رو بنده ترسیم کردم و توضیح دادم و دومی رو قرار بود که شما تمرین کنید و به عنوان تمرین اون رو تهیه کنید. خب در این جلسه میخوایم با کاندیشنال فرمتینگ آشنا بشیم. همونطور که از اسمش پیداست، کاندیشنال فرمتینگ به معنی فرمت های شرطی هستند و فرمتی رو به یک سلول میدن که تحت یک شرایطی قرار گرفته باشن. خب اگر در تب هوم باشین، تو قسمت استایلز ما کاندیشنال فرمتینگ رو میبینیم. وقتی که اون رو کلیک بکنیم میبینیم که گزینه های مختلفی رو برای ما داره. خب هر یک از این گزینه ها طبقه ای از شرط ها هستن. در صورتی که یک سلولی یک کدوم از این شرط هایی که در اینجا میبینین رو داشته باشه، فرمتی که واسه اون تعریف کردین رو تو اون سلول قرار میده. به طور مثال همونطور که میبینین، من اگه اینجا روی هر کدوم از اینا قرار بگیرم، رنگ های مختلفی رو به این سلولم داره نسبت میده. خب بیایم ببینیم که این کاندیشنال فرمتینگ چطور کار میکنه و چه مزیتی برای ما داره. خب همینطور که میبینین، در حال حاضر این دوتا سلول رو بنده بر اساس شرطی که وجود داشتش رنگ قرمز داشت دادم و گفتم اگر این شرط رو برقرار کرد رنگ قرمز، که حالا شرط رو با هم میبینیم. توی این دو سلول من شکلی رو به اون اساین کردم و گفتم اگر شرطی رو داشت هر کدوم از این سلول ها، شکل زبدر رو به طور مثال به اون بده و حالا شکل دیگه که با هم میبینیم و تو اینجا شکل دایره و رنگ اونو، و خب اینجا هم دو تا شکل دیگر رو داریم. خب این اکسل فایل نهایی بودش. حالا بریم به فایل تمرینی خودمون که بتونیم کاندیشنال فرمتینگ رو اینجا گام به گام با هم جلو ببریم. خب مجموعه زمان حضور در سازمان در این ماه برای این شخص 400 خورده شده. همونطور که میدونین، خب تو یک ماه 400 خیلی کمه و که یک شخصی تو یک سازمان حضور داشته باشه. اگر فرض کنین که بذارین یه حساب با هم بکنیم، اگر فرض کنین که یک شخصی قرار باشه که 6 ببخشید قرار باشه که به طور مثال 7 ساعت در روز کار بکنه و ما 5 روز کاری داشته باشیم، حداقل در یک روز 35 ساعت باید در سازمان ما حضور داشته باشه. و اگر ما این رو ضرب در، خب فرض کنیم 25 روز بکنیم که بگیم در ماه 25 روز داشته باشیم، این مقدار برابر میشه با 875 ساعت در ماه. یعنی من انتظار دارم که یک شخصم حداقل 875 ساعت در ماه کار بکنه. حالا دلیلی که این اینقدر کم شده، خب به خاطر اینکه ما دیتاهای تصادفی اینجا داده بودیم و وقتی که دیتا تصادفی میدیم، خب احتمال اینکه دقت اون هم بیاد پایین زیاده و خب من زیاد وقت صرف اینکه دیتا خیلی دقیق باشه نکردم، بخاطر همین اینجا خیلی پایین بود. ولی حالا بیایم این شرط خودمون رو برقرار کنیم، بگیم که اگر شخصی در حدود 875 ساعت در سازمان حضور داشت، اون رو سبز بکن. و خب اگر بر فرض مثال در حدود 600 ساعت در سازمان بودش، اون رو زرد بکنه. و اگر کمتر از مثلا 300 ساعت در سازمان بود، اون رو قرمز بکنه. خب پس تحت این سه شرط من میخوام این کار رو انجام بدم دیگه. شرطی قرار بدم که اگر بیشتر از حالا اینجا بگیرم 800 ساعت بود، اون رو خب چیز نشون بده، سبز نشون بده، و خب بین 800 تا 600 بود زرد و کمتر از 600 بود قرمز نشون بده. اینطوری فکر کنم مناسب باشه، درسته؟ بیشتر از 800 ساعت، بین 600 تا 800 ساعت و کمتر از 600 ساعت. حالا دیگه این 300 دیگه واسه من اهمیتی نداره، کمتر از 600 میتونه وجود داشته باشه. خب بیاین این شرط رو برقرار کنیم. خب میریم تو قسمت کاندیشنال فرمتینگ. هایلایت سلز رولز، خب میگه هایلایت کن
سلول ها رو بر اساس قوانینی که سلول ها رو هایلایت میکنه. من هم میخوام اینجا هایلایت کنم، رنگش رو قرمز یا زرد بکنم. خب اینجا قوانین رو واسه من داره تعریف کنه، میگه اگر بزرگتر بود، اگر کمتر بود، بین دو عدد بود، برابر بود، متنی بود که شامل یک چیزی بود یا یک تاریخی بود، و اگر تکراری بودش. خب تکراری ما خیلی وقتا شاید واسه همون مناسب باشه که ببینیم جاهای تکراری وجود داره یا نه. یه راهش رو دیده بودیم که میتونیم تکراری رو پارک کنیم از ریموو داپلیکیت بود. یه راهش هم اینه که من میتونم کاندیشن فرمتینگ اینجا بدم و داپلیکیت ولیوز رو توی یک ستون، اگر یک ستون رو انتخاب کنم و این رو قرار بدم، داپلیکیت ها رو واسه من رنگی میکنه و بر اساس اون رنگ میتونم فیلتر بکنم و اونا رو دلیت بکنم. خب حالا من میخوام بیام بگم اگر بزرگتر از 800 بود، حالا 800 خیلی زیاده، مثلا 700 بگیریم. خب بزرگتر از 700 بود، این رو سبز کنه. من میام میگم greater than، بزرگتر بود از. خب این مقدار رو نگاه کنین، من اینجا میتونم عدد قرار بدم. خب عدد هم میتونه مثلا 700 باشه. خب اینجا چون ساعت داره وارد میشه، من 700 خالی نمیتونم بذارم، اینجا متوجه نمیشه، درسته؟ من باید بیام اول بگم که مثلا هر 24 ساعت. خب چطور میشه؟ مثلا الان اینجا 725 دقیقه است. من میدونم که عدد رو داره بر اساس تقسیم بر 24 تعریف میکنه دیگه. من این رو جنرال کنم، شما میدونین 7 ساعت رو داره چقدر نشون میده؟ 0.3 داره نشون میده. خب به همین ترتیب اینجا هم میتونم جنرال کنم ببینم بر اساس تقسیم بر 24 چقدر هستش. خب من بر فرض مثال 700 ساعت اینجا دارم، الان فرمولی که اینجا نوشتم رو داره پاک میکنه، حالا بعدا برمیگم با کنترل زد. خب این 700 ساعت رو داره به صورت نامبر اگه نشون بدم میشه 29.17، چون تقسیم بر 24 میکنه. خب من یه راه هم اینه که بیام اونجا مستقیم بنویسم 24.17، درسته؟ کاندیشن فرمتینگ greater than 29.14، اگه بیشتر از این بود، خب این شرط من بودش اینجا دیگه. حالا اینجا فرمتی که میخوام، یه سری فرمت های پیش‌فرض داره، میگه light red قرمز روشن، فیلش باشه فیل with dark red text، و تکست اونم یه قرمز پررنگ باشه، حالا یلو باشه، زرد باشه با تکست زرد، و سبز باشه با تکست سبز. خب این سبز واسه من مناسبه. اگه این رنگای اینجا رو دوست نداشتم میتونم کاستوم فرمت بذارم. کاستوم فرمت بذارم، هر کاری که دوست داشته باشم اینجا میتونم بر اساس اون شرطم بذارم. مثلا بوردرش رو حتی عوض کنم، بوردر رنگی که دوست دارم رو قرار بدم. خب حالا اینجا شما اگه دوست داشتین فرمتی که مد نظر ساده است، یه فرمت رو تغییر بده، هر فرمتی که دوست دارین اینجا بذارین. من اینجا همون سبزی که مد نظرم رو اوکی میکنم. و خب میگه اگر بیشتر از 700 ساعت بود باید اینجا سبز باشه. خب من 700 رو اینجا وارد میکنم و اینجا هم سبز میشه، میبینین دیگه. یه راهش پس این بود. یه راه دیگه اینه که من سلول اینجا قرار بدم. مثلا اینجا گفتم، حالا حتما نباید تو این شیت باشه، میتونین یه شیت رو تعریف کنیم توی دیتا هاتون. بیاین اینجا یه شیتی تعریف کنیم، بگین کاندیشن فرمتینگ واسه کاندیشن فرمتینگ من، واسه زمان حضور درس، مجموعه زمان حضور درس سازمان در ماه من اینقدر باشه، سبز باشه. واسه خودتون تعریف کنین. اینطوری خیلی بهتره اگر تعریف کنین تا اینکه تو کاندیشن فرمتینگ عدد بزنین، چون بعداً با تغییر اون راحت میتونین خیلی از مواردی که به اون سلول مربوط شده رو تغییر بدین. خب اینجا چیکار می‌کنیم؟ میایم توی هایلایت greater than، خب این سلول رو انتخاب میکنم و بعد میام گرین رو انتخاب میکنم و اوکی میکنم. خب فقط اینجا باید به صورت کاستوم مثل همون باشه دیگه. میام اینجا مور کاستوم و اون فرمت مد نظرم رو انتخاب میکنم و بعد میام اینجا 700 رو دوباره تایپ میکنم. خب حالا یه ذره کوچیکش میکنم که هفتصد صفر 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 بزن
حالا داره نشون میده. این به خاطر اینکه فرمت اندازش تو اون سلول جا نمیشد، مربع مربع داشت نشون میداد دیگه، قبلا با هم دیده بودیم. خب حالا اینجا من یه 700 رو وارد کنم، سبز داره به من نشون میده، پس درست داره کار میکنه کاندیشن فرمتینگم. خب برگردیم به حالا این greater than 700 رو زده بودم دیگه، بزنیم اینجا دوباره امتحان کنیم با هم. خب درست. حالا بیایم بگیم چی؟ این 700 بود. اگر بیشتر از 700 ساعت بود پس داره به من سبز نشون بده. اگر بین 600 تا 700 بودش یا به من زرد نشون بده. خب من میام دوباره تو کاندیشن فرمتینگ هایلایت بیتوین رو انتخاب میکنم این دفعه. خب اگر بین خب این و این بود، درسته؟ بیا به من یلو رو نشون بده، زرد رو نشون بده. میخواستم زرد باشه دیگه. حالا میتونین تو کاستوم بهتون نشون بدم، کاستوم فرمتینگ، اون فرمتی که دوست دارین رو بزنید. خب من اینو اوکی میکنم. فقط 600 هم باید چی کار بکنیم؟ بیایم همون فرمت مد نظر رو بهش بدیم که بر اساس ساعت باشه دیگه، و میخوام این براکته باشه که 24 از 24 ساعت رو هم به من نشون بده. قبلا با هم دیده بودیم. 600 رو اینجا تایپ میکنم. خب حالا واسه این که این مربع های اینجا بشه دید اونا رو، من یکم این سلولا رو بزرگتر میکنم و خب این فونتش هم کوچیکتر میکنم یه مقدار و بزرگتر کنیم. این میکنم بینازنین. اینم میکنم 600. خب درست شد. حالا بیایم اینجا ببینیم این از این قاعده پیروی میکنه. البته بازه بین 600 تا 700 کمه، اینو میکنم بین 500 تا 700. خب اینو بگیریم مثلا 600. خب میبینیم که اینجا حالا زرد کرد واسه ما. و خب اگر من اینجا 700 ساعت داشته باشم، ببخشید مثلا یه ذره بیشتر از 700 دیگه، خب مثلا 750 ساعت داشته باشم، اینو با سما قرمز میکنه. خب چرا قرمز کردش؟ ببین من قبلا حتما یه جا کاندیشن فرمتینگی داشتم که این قرمزه رو واسهش تعریف شده بود. اگر بخواین دیدین اشتباهی رخ داده توی فرمتایی که توی رولایی که گذاشتیم و فرمتایی که ایجاد شده، میتونیم بیاین توی این سه قسمت. خب اول از همه میتونین اینجا کل اون رولی که گذاشتین همشو پاک کنین واسه یه سلول یا واسه کل این شیتی که اینجا هستین، یا میتونین یه رول جدید اصلا دیگه با اینا کاری نداشته و یه رول جدید اینجا بسازین، یا اینکه رول ها رو منیج کنین وقت واسه اون قسمتی که سلکت کردین اینجا. خب من این قرمز رو نمیدونم کی تعریف شد، شاید الان داشتم تدریس میکردیم تعریف شد. اینم هم همون سبز اولی است. خب اینا رو پاک میکنم و اوکی. خب دیدین که الان با توجه به اون دوتا رول این 750 که میزنم سبز میشه و 600 که میزنم زرد میشه. حالا اگر خاطرتون بود دفعه قبل که من این 700 رو زده بودم زرد باقی موند، ولی دفعه اولی که 700 زده بودم سبز شده بود. خب این میاد فرمت رو بر اساس ترتیب میبره جلو دیگه. اول میاد اینجا ببینه تو این ترتیب اوکی هست یا نیست، این رو قرار میده دیگه، به بعدی نمیره. پس این ترتیب ها مهمن. خب ولی اگه این نباشه سبز میکنه چون مساوی رو هم در نظر میگیره. خب حالا بریم برای قرمز که کوچیکتر هست از من. بیام اگر اینجا لستن رو انتخاب بکنم، درسته؟ میگه کوچیکتر است از، اگر کوچیکتر باشد از 500 میخوام دیگه قرمز کنه. خب این فرمتش لایت هست و اوکی میکنم. خب بیایم حالا امتحان کنیم، بعد یه عدد کمتر از 500 رو بزنیم، مثلا 450. خب اینتر که میکنم قرمز میشه. خب اینجا الان دیدیم که من میتونستم رنگ های مختلف رو پس کنترل کنم. پس تو اینجا من رنگ بندی ها رو بر اساس این شرط ها میتونم کنترل کنم.
خب این نمونه رو اینجا شما میتونین خودتون واسه امتحان تمرین بزنین، چون دقیقا همون کارها رو میکنم دیگه. ناکنین رنگ بندی ها هم بر اساس اون تعداد روزها رو خودتون بازه بندی کنین و رنگ بش بدین که قرمز و سبز و زرد بشه. حالا بیایم اینجا علائم رو ببینین. خب ببینین من اینجا فرمت های مختلفی دارم. بیاین اینجا من واسه آیکون ها از آیکون ها استفاده کرده بودم دیگه، از اونجایی که من تو این اکسل هم فقط این دوتا رو از آیکون ها رفتم و اینجا هم رنگ دوباره مثل همین رنگ گذاشتم و خب جدید نیست، درسته مجموعه تأخیر ها بر اساس همون مجموعه زمان ها به دست اومده، این تعداد هم مثل همون تعداد رنگ بندی شده، فقط برعکس بوده این دفعه، چون تعداد تأخیر ها میخوام کم باشه، اگه صفر باشه سبزه. اینجا هم آیکونه که آیکون ها رو الان با هم میبینیم، ولی قبل اینکه به آیکون ها اینا برسیم بیاین دو تا از این حالت های مختلف هم ببینیم، این سه تا حالت مختلف رو هم با هم ببینیم که خیلی کاربردی هستن. خب من اینا رو توضیح میدم و دیگه لزومی نیست حالا عملی حتما ببینیم. تو قسمت تاپ باتم رولز اینطوری توی یک بازه تعریف میشه، یعنی شما باید یه ستون یا یه قسمتی رو بگیرین، مثلا این قسمت رو خب میگیرین و میایین اینجا میگه تاپ باتم رولز، میگه 10 تا آیتم اولش رو رنگی کن، 10 تا آیتم بزرگش رو. خب حالا اینجا میتونیم 5 تا آیتم در نظر بگیریم، مثلا 5 تا آیتم بزرگترین آیتم رو رنگ بش بده. خب مثلا اینجا همون رنگ بندی استاندارد خودش رو گرفته، من میام اینجا کاستوم میذارم، میام اینجا فیلش رو مثلا میکنم زرد که الان ببینیم. خب اینجا اوکی که بکنم میاد بر اساس اون تشخیصی که میده اون پنشای بزرگتر رو زرد میکنه فیلش رو، میبینین؟ خب این قسمت اینا که کوچیکتر هستن رو رنگشون رو زرد نکرد فیلشون رو. خب توی اینجا 10% اول بر اساس درصد میگیره، یعنی میاد چی کار میکنه؟ من اینو میزنم، خب حالا 5% هم میگیرم، میاد اینا رو این ناحیه که انتخاب کردم رو خب جمع میکنه، گلو بکنم، میاد اینجا جمع میکنه ناحیه‌ای که انتخاب کردم و اون 10% 5% اولش رو خب رنگ بندی میکنه و زرد میکنه، حالا اینجا یکیشون بوده. خب بعد این شماره پرسنل چون خیلی بزرگ بوده تو جمع خیلی تأثیر گذاشته، درسته؟ چون اون تعداد که هستش حتما باید 5 رو رنگ بندی کنه، ولی وقتی که درصد میذاریم 5% اول میذاریم اینا دیگه خیلی کوچیک میشن، ولی این خیلی بزرگه، بخاطر همین یه دونه رو فقط شناخته بودش. خب پس میاد جمع میکنه و اون اونایی که بالاتر از 5% چیز هستن کل هستن رو حساب میکنه، یعنی این 71.6750 رو تقسیم بر مجموع این بازه میکنه و بعد اگر بیشتر از 5% شد رنگ میکنه. اوکی اینا این رو تقسیم بر مجموع اینا که کردش بیشتر از 5% نشده بود، ببین سامش رو نگاه کنین چقدر زیاده اینجا اگه توجه کنین، خب به خاطر این کمتر از 5% میشه. خب بقیه رو ببینیم با هم دیگه. اینم که حالا از پایین نگاه میکنه، میگه اون 10 آیتمی که کوچیکتر از همه هستن. خب این هم که همون رنگای معروف خودش هستش قرار میده. حالا مثلا اینجا ما دوباره زرد رو انتخاب کنیم و بگیم دوتای کمتر از همه رو بسه من انتخاب کنم و زرد کنم، میبینین که این دوتا صفر رو که از همه کوچیکتر هستن انتخاب میکنه و زرد رنگ میکنه فرمتش رو. خب کنترل زد کنیم دیگه چه مواردی 10% کمتر رو داره و خب کمتر از میانگین و بیشتر از میانگین و کمتر از میانگین رو هم داریم که میاد چیکار میکنه تو این رنجی که انتخاب کردیم میانگینشون رو میگیره و اونایی که کمتر باشن رو رنگی میکنه بر اساس اون رنگی یا فرمتی که میخوایم یا بیشتر از میانگین باشه بر اساس اون رنگ و فرمتی که میخوایم قرار میده. خب پس اینا بر اساس یک بازه کار میکنن. همینجا همینطور دیتا بارز. خب من اینجا میتونم دیتا بار انتخاب بکنم. مثال دیتا بار رو بهتره حالا تو اینجا که عدد هستش در نظر بگیریم. ببینید اینجا من 1 دارم و 5 دارم و 0. خب دیتا بار بر اساس مقداری که بیشترین اینها داره میاد داخل این سلول
یه مقداری رو رنگی میکنه. میبینین این که بیشتر از همه هست رو پر میکنه و این که یک هستش رو مقداری پر میکنه و این که صفر هستش رو اصلا پر نمیکنه. خب اصلا اینجا من یه دونه سه بدم، یه دونه دو بدم، اینجا یک بدم، دو بدم و اینجا مثلا یک بدم. میبینین بر اساس اون مقدار پر میکنه. الان اینجا فرمولای ما پریدش، شما حالا زیاد اشکالی نداره، شما باید اینو که یاد گرفتین خب بعدا دیگه اینا رو که حالا با خودتون تمرین کنین توی یه جای دیگه، ولی اینها رو قراره بسازیم دیگه، که به خاطر اینکه اینجا بیشتر کاربرد داشت واسه پروژه‌ای که داریم انجام میدیم. ولی خب اینا رو میخواستم بگم که یاد بگیریم. خب پس دیتا بار رو هم دیدیم. حالا چه انواعی داره دیتا بارها؟ خب رنگ‌های مختلف داره میبینین و شکل‌های مختلف داره. حالا مرروز رو بزنیم، حالا مرروز رو با هم میبینیم، جلوتر بیشتر با هم میبینیم. خیلی توانایی بیشتری واسه این که مثلا این ادیت هایی که میخوایم بکنیم رو میتونیم اونجا تو مورولز ببینیم. خب دیتا بار رو دیدیم، بریم بعدی رو ببینیم. دیتا بار همش همین بود دیگه، فقط فرمتش رو میتونستیم تغییر بدیم. خب بریم کالر اسکیل. خب کالر اسکیل هم بر اساس اون مقداری که تو یک بازه میبینه بیشترین و کمترین رنگ بندی خاصی طیفی از رنگ رو به ما میده. میاد چیکار میکنه؟ یه طیفی از رنگ رو به ما میده. میبینین مثلا همین اولیه رو نگاه کنین، میگه اونی که بیشتر سبزه، اونی که بین بیشتر و کمترین مقدار هست و زرد میکنه، یه طیفی هم ازش میده و کمترین رو داره قرمز میکنه. حالا اگه من اینجا 3 بزنم و اینجا 2 بزنم و بعد اینجا 1 بزنم و حالا 0 باشه، نگاه کنین سبز پررنگ، سبز کم رنگ، بزنین من 4 بزنم، سبز کم رنگ تر 3، سبز زرد شد، اینجا 2 بزنم و اینجا 1. خب اینجوری طیف رو بیشتر بهتر دیدین. این زرد متمایل به سبز، خب ولی حالا الان چون طیف تغییر کرده زرد تر شده، بعد میاد حالت قرمز کم رنگ و قرمز پررنگ رو داره به من میده. خب حالا اینجا طیف های مختلف بر اساس انواع مختلف، مثلا این یکی داره برعکس میکنه، اونی که بیشتره هست قرمزه و اونی که کمترین هست سبز پررنگه و بینشون طیفی از رنگ ها هستش که بین سبز و زرد و قرمزن. و اینجا هم نگاه کنید اگه روش وایستین، خب توضیحش رو نشون میده، گرین وایت رد کالر، یه طیفی بین سبز و سفید و رد داره میده. اینجا هم رد وایت گرین هستش، یه طیفی بین قرمز و سفید و سبز رو داره میده. خب اینجا حالا بر اساس آبی و قرمز و سفید هستش که این طیف رو داره میده، اینجا بر اساس قرمز و سفید هست این طیف رو داره به من میده، سبز و سفید و خب غیره. مورولز رو اگه بزنین امکانات بیشتری رو دارین که میتونین طیف بندی رو ناکنین کمترین مقدار کجا باشه. حالا اینجا لوست دیگه نمیتونین انتخاب بکنین، دو کالر اسکیل باشه اصلا یا سه کالر اسکیل باشه، بر اساس سه طیف از رنگ این تغییر رو انجام بده. دیتا بار که همون قبلی است نمیخوام، حالا اینجا میتونستم یا آیکون باشه که بعدم با هم میمونیم. سه کالر، خب میتونیم یه طیفی از رنگ زرد رو اینجا ایجاد بکنیم، درسته؟ خب کالرز اسکیلز رو هم با هم دیدیم. حالا بریم آیکون ست. خب آیکون های مختلفی رو من میتونم بر اساس شرط هایی که قرار میدم اینجا بذارم. خب ببینیم کنترل زد کنیم تا جایی که تغییرات رو داده بودیم و برگردیم به حالت اولمون. خب اینجا اینا الان فرمولن دیگه، درسته؟ خب بیایم اینجا که آیکون داده بودیم. خب من یه بازه ای رو تعریف کردم، گفتم به طور مثال اگه مجموع مرخصی ساعتی در این ماه یه مقداری بود ضرب در نشون بده، از کدوم آیکون استفاده کردم؟ اومدم اینجا از آیکون این ضرب در علامت تیک و تعجب من اینو انتخاب میکنم. این به صورت پیشفرض خودش علامت سبز رو قرار داد بدونه که از من بپرس شرطم چی بوده که حالا این مقدار رو قرار میده. خب واسه اینکه اینو من تغییر بدم گفتیم کجا میریم؟ میریم تو منیج رولز. خب میریم تو منیج رولز، اینو میزنیم ادیت کنیم. ببینید اینجا من میتونستم نیو رول کنم یا رول جدید بذارم یا اصلا اینو دلیت کنم. خب من میخوام اینو الان ادیت کنم، میام اینجا خودش اون رولی که واسه من گذاشته و آیکونی که انتخاب کردم رو واسه هم اینجا قرار داده. میتونم آیکونش رو عوض کنم،
بر اساس آیکون های موجود دیگه ای برم، بگم عدد رو نشون نده و فقط آیکون رو نشون بده. اگه من اینو الان اپلای کنم عدد میپره، میبینی؟ خب و فقط آیکون رو داره به من نشون میده. بعد دیگه چی داریم؟ خب ریورس آیکون اوردر رو حالا جلوتر با هم میبینیم. خب اینجا نها کنین نوشته آیکونش چی باشه. من میتونم هر آیکونی که بخوام اینجا دوباره انتخاب بکنم، میبینی؟ تیک مثبت باشه، تیک سبز باشه وقتی که ولیو بزرگتر مساوی 67% باشه، درصد باشه. خب این میاد درصدی انتخاب میکنه بر اساس بازیه که دارم، ولی من اینجا فقط یه دونه سلول دارم. خب به خاطر اینم نامبر هستش، میتونی فرمول یا پرسنتایل هم صدک هم انتخاب کنی، ولی اینجا نامبره. خب 12 ساعت و 36 صدم عدد زیادیه واسه مرخصی ساعتی. فرض کنید من 8 ساعت میخوام اینجا باشه. 8 ساعت میشه چقدر؟ میشه 8 تقسیم بر 24. من یه فرمولی رو زدم، زیاد داره به من میده. اینجا خوب فرمول ها رو تو کاندیشنال فرمتینگ شاید بعضی وقتا نشناسه و یه سری اقدامات خاصی رو بخواید. منم نمیخوام وارد اون فرمول ها بشم، بخاطر همین میام اینجا یه دقیقه اینو جنرال میکنم ببینم این دقیقاً چقدره. 33 خب میام دوباره اینجا منیج رولز، خب اینو ادیت میکنم، به راحتی اینو نامبر میکنم. خب میخوام بگم که اگر بزرگتر از 8 ساعت بود، یعنی ممیز 3333 بود، خب علامت حالا تیک بذار، در صورتی که این زیاده میخوام برعکس بشه. پس ریورس آیکون اوردر رو میزنم، میگم این قرمز باشه اگر بزرگتر مساوی این. خب وقتی که ولیو بزرگتر مساوی این بود، بیا پس زبدر قرمز بزن. وقتی که ولیو کمتر از 333 بود و غیره، خب و بزرگتر مساوی این مقدار بود، پس کمتر از این و بزرگتر از بر فرض بگیرین 0.2 بود، بیا علامت این نامبر اول بکنیم، خب بعد بنویسیم 0.2. پس اگر بین 0.2 و 0.3 بود علامت تعجب، و اگر کوچیکتر از 0.2 بود اینجا مساوی داره، علامت مثبت رو بزن. خب من میدونم فکر کنم 21 صدم 7 ساعت وقتم همین رو. و حالا نها کنین وقتی که اپلای میکنم اینو داره به من زبدر نشون میده. خب اینم از این میتونیم ببینیم که زبدر میشه. پس آیکون رو با هم دیدیم. خب اگه واسه مثال یه آیکون دیگه رو بخوایم ببینیم، مثلا چی رو اینجا انتخاب کرده بودم، انواعات دایره، بیاین اینجا مثلا ستاره رو با هم ببینیم. اینو شما خودتون بزنین، این یکی حالا ستاره رو با هم میزنیم. بیاییم ستاره رو ببینیم. خب کاندیشنال فرمتینگ رو میاریم، آیکون ست، ستاره رو انتخاب میکنیم. خب بعد میریم توی منیج رولز، ادیت میکنیم. خب اینجا میاد میگه ستاره پر باشه وقتی که ولیو بزرگتر مساوی 67% بود. نه، اینو نامبر بکن. اینجا با تعداد دارم سر کار دارم دیگه. میخوام بگم اون شخص من اگه تعداد اضافه کاریاش بیشتر از 10 بار در یک ماه بود، اینو ستاره مثبت بزن. یه کارمند خوبی که زیاد مونده توی سازمان و کار کرده و علاقه داشته به شرطی که واقعا کار کرده باشه دیگه. خب و اگر کوچیکتر از 10 بود و بزرگتر از 5 بود، بزرگتر مساوی 5 بود، نامبر ستاره half باشه، نصف باشه، پر باشه، و اگر کوچیکتر از 5 بود خالی بازار. اینو اوکی میکنم، اپلای میکنم و اوکی، و اینجا الان داره خالی به من نشون میده. و خب اگر من اینو 12 کنم پر میشه، و اگر اینو 5 کنم نصفه میشه، و اگر اینو 2 کنم خالی میشه. خب اینا رو با هم پس دیدیم که کاندیشن فرمتینگ هیچ کار خاصی نداشت. چیزی که هستش این کاندیشن فرمتینگ use a formula to determine which cells to format هم خیلی کاربرد داره. من اینجا میتونم از مفهوم if هم استفاده کنم. بیام اینجا بگم مساوی if اگر، خب بر فرض مثال یه سلول دیگه ای هستن، خب مثلا این سلول من مساوی با چی بود؟ 1 بود، آنگاه خب true فالس بذارم بسش، درسته؟ خب اینو توجه کردین دیگه، این الان ترو شد، 1 شد و این 0 شد، فالس شد. خب
فرمتش رو بیا بذار زرد. اوکی میکنم. میبینین اینجا الان زرد شد بر اساس تغییر توی این. اگر صفر باشه فالزه، یکه. فقط در صورتی که یک باشه این باید زرد باشه. ناکنین میبینین. پس من یک شرطی رو واسش نوشتم که اگر تو یک سلول دیگه یه تغییری اعمال شد، فرمت این یکی سلول عوض بشه. خب من چجوری میتونم بگم که کل این قسمت زرد باشه اگر این یک بود؟ خب این خیلی کاربرد داره دیگه. منیج رولز میکنم، اپلایز تو رو نگاه کنین. اینجا من یه دونه شرطم رو گذاشتم و شرطم رو فهمید و اپلای کرد به سلول D12 دلار هم گذاشته. من اگه اینجا دو نقطه بذارم، فقط یه مقدار حواستون باشه که بعضی وقتا اکسل اشتباهات عمده ای میکنه. اینا رو وقتی من دو نقطه گذاشتم خودش اومد اضافه کردش، من اینو نمیخواستم. D12 رو گذاشته، من میخوام از A12 تا D12 این زرد بشه. A12 تا دلارم واسش میذارم که واسهتون تعریف میکنم چه کاربردی داره اینجا دلار تا D12. درسته؟ اپلای میکنم و اوکی میکنم. میبینین که اینجا کل سطر منو بر اساس این شرط زرد و فرمتش رو داره تغییر میده. درسته؟ خب خیلی خوبه دیگه. ما حتی بزرگتر مساوی اینا هم میتونیم اونجا استفاده کنیم، اینو توجه داشته باشیم. خب حالا دلار کجا به کار میبره؟ ناکنین انا من اینجا که داشتم کاندیشن فرمتینگ رو انجام میدادم، تو یک سلول انجام دادم و اینو بستش دادم به سلول های دیگه. خب خیلی وقتا مثلا حالا من یه جدولی مثل این دارم و میخوام کاندیشن فرمتینگ رو توی این قرار بدم، درسته؟ و بر اساس تک تک این سلول ها یه فرمتی رو قرار بدم که اگر مثلا این 5 شد، یک کدوم از اینا 5 بود، حالا 5 نه، مثلا اینجا سال ماه یک بود، ماه یک هم بزنین یه چیز بهتر، مثلا 3 بود، روز 3 بودش، اون رو فرمتش رو مثلا من کلن فیلش رو چیکار بکن، بیا زرد رنگ کن. خب پس من میخوام به تک تک این سلول ها بگم که این کار رو انجام بده. اگر بیا اینجا تو این سلول بیا ببین، اگر این 3 بود این رو با 3 من زرد رنگ کن دیگه. خب من میتونم کلن این سطر رو بگیرم و بیام تو کاندیشنال فرمتینگ و یه فرمتی رو بدم که اگر ایکوال بود تو، خب این ببخشید فرمول واسش بنویسم، نمیتونم بگم ایکوال بود تو. چرا؟ به خاطر اینکه من ایکوال تو رو بگم خود این سلول منو میشناسه، نمیتونم بگم این اگر مساوی بودش. درسته؟ پس اینو کنسل میکنم، میام یه نیو رول میکنم. خب بر اساس یوزر فرمولا تو دیترمین میکنم، میگم مساوی ایف، خب اگر این رو انتخاب میکنم، درسته؟ دو تا دلار گذاشته. خب یک و صفرم میذارم که اگر درست بود و غلط، و اینم میذارم زرد. خب حالا یادتون هست وقتی که من یه فرمولی رو میکشیدم و اگر مطلق بود این سلول همیشه باقی، وقتی که سطر رو میخواستم بیارم پایین سطر باید تغییر میکرد. پس من میخوام اینجا سطرم تغییر کنم، پس این دلارش رو بردارم، دلیت میکنم و اینجا اوکی میکنم. خب فقط اینجا همه رو زرد کردش، من یه دقیقه ببخشید منیج رول میکنم. خب بریم توی ادیت، برابر با چی؟ خب ترو که هستش، برابر با 3. خب اوکی میکنم، حالا اپلای. خب بیایم اول ببینیم این سلول منو زرد کردش. خب آره زرد کردش، میبینی؟ حالا میخوام کل این سطرم زرد باشه دیگه. ببینین میام اینجا دوباره کل این رولو میگیرم، منیج میکنم، این آیی که میذاره اپلای میکنه به کل آ. خب حالا من میخوام بهش بگم که کل این سطر رو واسه من چیز بکن دیگه، رنگی بکن. به جای این آ میذارم او، چون تا او باید بیاد دیگه. خب و اپلای میکنم و اوکی میکنم. خب بیاییم پایین ببینیم اینو اعمال کردش، درسته؟
پس الان کل سطر من، حالا اینا چون همه سه ها یه جا بود، من یه سریشو دو میکنم که ببینین این رنگا داره برمیگرده. خب فقط نها کنین، یه مشکلی که اینجا وجود داره، ببینین اینجا دوه ولی رنگیه، خب ولی این سه ولی سفیده. خب چرا اینطوری شده؟ بیاییم با هم ببینیم چرا اینطوری شده. منیج میکنم، ادیت میکنم. خب اینجا از M2 من شروع کردم، این اشتباه تایپ من بودش، درسته؟ بعد از سطر اول من گرفتم دیگه، اصلا کاری نداشته که این جدول بوده یا جدول نبوده، از M1 گرفتم. حالا اپلای میکنم و اوکی میکنم. خب بریم ببینیم درست شده. درست شده. خب پس من اینجا تونستم به ازای یه شرطی اون سطرم رو رنگی کنم. حالا این میتونست هزینه باشه، ساعت باشه، هر چیزی میتونست باشه. حالا بیایم اینجا. خب حالا پس یک سطر رو هم با هم دیدیم که چجوری میتونیم یه قسمتی رو فرمتش رو بر اساس شرطی که وجود داره تو یه سلول دیگه یا هر جای دیگه عوض بکنیم. حالا بیایم یک ناحیه رو ببینیم. فرض کنیم من میخوام از A1 تا D12 زرد بشه. اگر این سلول من 1 بود، درسته؟ میام توی اینجا Manage Rules. خب اینجا فکر کنم دیگه راحت همتون بدونید دیگه، فقط کافی دو رو من اینجا پاک کنم. میگه از A1 تا D12 اپلای میکنم یک محیطی رو واسه من مستطیل شکل داره زرد میکنه. و اگر من اینو حالا دو کنم کلش بعد یک میکنم و کلش زرد میشه. خب این قسمت که مرج شده رو نها کنین، داره بر اساس این فرمت میشناسه، جالبه نه؟ خب این کاری که در آخر نشون دادم خیلی کاربردیه. شاید کسایی که به تازگی با اکسل دارن آشنا میشن زیاد درک نکنن که چرا من اینقدر تاکید داشتم روی این، ولی خیلی جاها تو خیلی از گزارش ها پیش میاد، این کل ناحیه یه ذره سخت، خیلی جاها تو خیلی از گزارش ها پیش میاد که میاین میگیم بر اساس یک شرطی من میخوام این رنگش عوض شه و والد بشه. به طور مثال من اگر هزینه هام بیشتر از یک مقداری شد، کلن اون سطر رو واسه من مثلا قرمز کن که من وقتی که میام تو گزارشم میبینم متوجهشم این سطر کلن این فعالیت خیلی قیمتش رفته بالا و بیشتر از یه هزینه ای شده. خیلی پس کاربرد داره. حالا تو جای مختلف کاربردهای مختلفش رو شما حتما براتون پیش میاد و شاید بخواین استفاده کنین. پس بدونین که چجوری میتونین فرمول بنویسیم اینجا، درسته؟ فقط یه نکته یا من توی فرمول نوشتن در آخر بهتون بگم، توی اینجا توی کاندیشنال فرمتینگ وقتی که فرمول می‌نویسین تایپ کنین، نه یعنی بیاین اینجا سلول هی بگیرین، سعی کنین بیشتر تایپ کنین، همینجا هم اینجا. خب بعد اگر دیدین مثلا اون چیزی که نخواست، حتما دوباره بیاین تو ادیت رو ببینین که مثلا شاید اون چیزی که خواستین رو تغییر داده، ممکنه کاندیشنال فرمتینگ تغییر داده باشه بر اساس منطقی که داره، باز دوباره اونا رو ادیت کنین و اصلاح کنین تا درست بشه. باشه؟ خب چون مثلا پیش اومده بود خیلی از موقع ها من هم ادیت میکردم، گفتم که شما هم اگه به این مشکل برخوردین بتونین درستش کنین. خب فکر کنم اکسلمون خیلی دیگه به هم ریخته شد و حالا ارزش کنترل زد دیگه نداره. شما هم میتونین این اکسل رو تهیه کنین و روی این کار کنین، یا همون اکسلی که قبلا داشتین اول یه کپی پیست بگیرین، بعد این تمرینات رو بکنیم، بعد دوباره حالا مثل این درش بیارین که پروژه رو با هم تا یه جایی درست جلو برده باشیم. خب به وبسایت ما سر بزنین که محصولات دیگه ما رو هم ببینین و همچنین فایل اکسل رو هم بتونین دانلود کنین. ممنونم از توجهتون، امیدوارم که مفید واقع شده باشه. خدا نگهدارتون باشه.